اطلاع برسونم که گفتگوی آقای طالبزاده ساعتی پیش انجام شد، به همین دلیل ما مجبور شدیم که تکه‌ای از گفتگو رو پخش بکنیم. انشالله در یک فرصت مناسب کل مصاحبه رو انشالله خواهید دید. قسمت پایانی گفتگو رو هم با هم ببینیم. فقط من تشکر بکنم از مسئولین محترم رسانه ملی که بالاخره فیلم سفر سنگ رو پخش کردن و زمینه این گفتگو رو هم فراهم کردن. گفتگو با آقای کیمیایی رو با هم ببینیم. چه چیزی تو سینمای امروز شما نمیبینید که جاش خیلی خالیه؟ بخیر شما فیلم ها رو میبینید چی هست تو صحنه، چه چیزی نیست؟ ببینید، دانستگی برای ممیزی، یک ممیزی دانسته، این اگر وجود داشته باشه ما در ادبیات در سینما خیلی موفقیم. متخصص ممیزی با اثر روبرو نمیشه، خیلی کارمندی روبرو میشن. یعنی وقتی یک اثری رو میخونه، این تألیف، این فیلم نوشت تألیفه، فقط این نیستش که یک کسی نوشته میخواد فیلم کنه و حالا از شما میگین نمیره که دیگه میره، اینجوری نیست. این کار برده. یک فیلمساز اجتماعی هم حدس 8 ماه و 10 ماه دیگر رو باید بزنه که فیلمش میاد، که اصلا جامعش به چه شکلیه، یعنی اتفاقات رو یه جور پیشبینی بکنه که به روز باشه. و این یک بجد بینش سخت و گمشده ایست که باید پیدا بکنه. این رو وقتی فرزند ممیزی میخونه میگه نه، چون باش ارتباط برقرار نمیکنه. به همین جهت هم هست، فکر میکنم که از شما میگین توضیح بده که کجاشه که من بردارم، نمیگن چون نمیدونه. من به نظرم اینجوری میاد، این است که این رابطه هیچ وقت برقرار نمیشه. ماما من دیگه سفر سنگ ساختم، من دیگه موندم اینجا، دیگه 20 فیلم ساختم، همه چیز رو میدونم. اون چیزای دم دستی هم که تو میگی رو همه رو میدونم، مثلا حجاب و خط قرمز و اینا، دیگه واقعا کودکانه است برای ما، برای فیلمسازایی از دست ما. یه خود عمیق‌تر، یه خود پر احترام‌تر، یه خود از به دانستگی روبروت اعتماد کن. من اینجام، من میتوانم، من انتخاب کردم، من باورم بود انقلاب که بودم، من باورم بود میتونستم برم به زمانه که رفتم به قول شما. این باور رو چرا تو باور نداری؟